ادامه تاخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ولایت کابل. بر بنیاد زمانبندی کمیسیون مستقل انتخابات قرار بود نتایج ابتدایی ولایت کابل به تاریخ دهم ماه قوس اعلام شود، اما تا اکنون 22 روز از این زمان میگذرد. هنوز سرنوشت نتایج ابتدایی ولایت کابل معلوم نیست و کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تا اخیر هفته روان اعلام خواهد شد. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات علت تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی را تأمین عدالت و جداسازی آرای پاک از ناپاک گفته است، اما کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگوید که نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات 50% تا 100% قابل تغییر است، ادعایی که بحث جداسازی آرای پاک از ناپاک را منتفی میکند. اما براستی دلیل تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی کابل چیست؟ اگر دلیل تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی جداسازی آرا باشد، ادعای کمیسیون شکایت های انتخاباتی از تغییر 50% تا 100% آرا به مفهوم چیست؟ و در نهایت امر اعلام اینچنینی نتایج انتخابات چی پیامد را در پی خواهد داشت؟ در مورد این پرسش ها و چند پرسش دیگر بیشتر بحث میکنیم. بیننده های عزیز سلام، به برنامه پارلمان 97 از خورشید خوش آمدید. مهمانانم در بحث حاضر آقای داود اساس، نامزد مجلس نمایندگان از کابل، و بانو مروه امینی، سخنگوی نهاد فیفا. مهمانان گرامی، به بحث بسیار زیاد خوش آمدید. بانو امینی، آنچه که شما گزارش هایتان برشتان میرسانه، فکر میکنین دلیل اصلی تاخیر اعلام نتایج ابتدایی ولایت کابل در چی است؟ آنچه که کمیسیون مستقل انتخابات ظاهرا ادعا میکنه که جداسازی آرای پاک از ناپاک، موافق هستین که دلیل تاخیر میتونه باشه؟ سلام به شما آقای اساس و همه بیننده های ما. یگانه دلیلی که پروسه انتخابات را و اعلان نتایج ابتدایی کابل را بسیار طولانی ساخت، باز هم ظرفیت و کمکاری کمیسیون و مدیریت نادرستشان بود. اگر قرار می بود که اینا به خاطر آرای سیاه و سفید و جدا کردن یارا کار میکردن و بالاخره اراده می داشتن که آرای پاک از ناپاک جدا بکنه، ضرورت به 3 بار شمارش آرای کابل نمی بود. بس هستی که حالا دو کمیسیون نمیتونه با هم توافق بکنن که آرای ابتدایی کابل را اینا نتایج اعلان بکنن، این است که با بار سوم وقت نتایج را اینا میخواستن اعلان بکنن و شمارش آرا صورت گرفت، کمیسیون سهم شکایات در مقابل فیصله ایشان که ابطال آرای کابل بود، گفتن یک سلسله شروط داریم و هم با مداخله حکومت. همه مراکز و محلات جورنال که دارن، فهرست رای دهندگان، ریزلت شیتا و همون مواد اساسی بایومتریک را اینا باید یک کاپیش در اختیار کمیسیون سهم شکایت میگذاشتن. حالا کمیسیون مستقل انتخابات ادعا داره که ما کاپیش نه، بلکه اصلی این مواد را در اختیار کمیسیون سهم شکایت گذاشتیم، اما کمیسیون شکایت میگن که ما تا حالا موادی را که ضرورت داشتیم به دست نآوردیم. یعنی باز هم عدم هماهنگی بین دو کمیسیون مسئله کابل را نامعلوم ساخته. خب در صورتی که بحث کمکاری و مدیریت نادرست در قسمت جنبندی نتایج کابل مطرح بحث باشه، خودش با وضاحت نشان میده که یک نوع مسئولیت پذیری در بحث انتخابات وجود نداره. چرا نهادهای ناظر بر انتخابات و نهادهای بین المللی فشارهای لازم بر کمیسیون مستقل انتخابات وارد نمیکنند تا اینکه نتایج بالاخره هر چی که است باید اعلام شود؟ حالا پابند به تعهد، پابند به تصامیم و بالاخره هر آن فیصله ای که اینا اتخاذ میکنن و با مردم شریک میسازن نیستن. پس هیچ تضمینی و هیچ اعتباری وجود نداره که اگر فشار هم بیاید، عملا دیدیم فشار حکومت را، هر دو کمیسیون را مجبور به ساختن که بیاین روی یک میز بشینن و توافقی داشته باشن در مورد کابل، اما امروز میبینیم که او فشار هم جنبه عملی نداشته. خب یک توافق کردن، گفتن باطل نمیسازیم، تجدید نظر میکنیم، در تجدید نظر هم اینا مشکل دارن. آرای کابل همین لحظه که در کمیسیون روز یک شنبه گذشته، هفته گذشته، با شماری بر بار سوم ختم شد، هنوز هم 23 محل بحثش نامعلوم است. خب با این وضعیت فکر میکنین که ما به کجا میریم؟ شما سخنرانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات شنیدین که برای نهادهای ناظر انتخاباتی تاخت و گفت که آنچه را که انتقاد را که نهادهای ناظر انتخاباتی مطرح میکنن افواهات است و بیشتر بر اساس تخیل است، یعنی خیالی است، بر مبنای واقعیت هایی که در روند انتخابات وجود داره که نیست. هر آن نقطه را که ما با رسانه ها و با مردم افغانستان شریک ساختیم و کمیسیون مستقل انتخابات فکر میکنه که خیالی است و حالا ما با اونا طرف هستیم یا به هر گونه ای که هر باری حرف زده شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات،
میربانی بکنن، در امو بخش سوال بکنن. ما اسناد را هم با خودشان، هم با کمیسیون سر میشکایت و هم با رسانه های افغانستان شریک میسازیم. او زمانی است که باز معلوم میشه کیها خیالی صحبت میکنن و کیها به گونه واقعیش کمکاری کردن و ظرفیت مدیریت. خب در قسمت ابطال آرای کابل دیده شد که کمیسیون شکایت انتخاباتی به گزارشات نهادهای ناظر توجه داشته. در این بحث هم اشاره شد که نهاد از گزارش فیفا هم بود، گزارش از نهاد فتوا هم بود. بر او اساس اینا تصمیم گرفتن که آرا باید ابطال شود، که تصمیم از طرف کمیسیون انتخابات پذیرفته نشد. و حالا اگر قرار باشه با این ادعایی که کمیسیون شکایت انتخابات مطرح کرده که در برخی از ولایات نتایج ابتدایی از 50 تا 100 درصد قابل تغییر است، چی تضمین وجود داره که بازی فیصله کمیسیون شکایات باز کمیسیون مستقل انتخابات واقعا میپذیره؟ حالا کمیسیون مستقل انتخابات در فیصله نهایی نظر به قانون اساسی و قانون انتخابات افغانستان از کمیسیون سهم شکایات است. بس اینجا بس پذیرفتن و نپذیرفتن نیست. وقتی آرای کابل باطل شد، پس فیصله نهایی بود. ای که چرا خواستن تجدید نظر بکنن، برای همه مردم افغانستان معلوم است که حکومت مداخله کرد. و اگر حکومت مداخله نمیکرد، امروز ما یا در کابل از سر انتخابات برگزار میکردیم، بدون شک هیچ گزینه دیگه وجود نداشت که باز همین کمیسیون نمیتونست کار را بکنه. خب در هر حالتش حکومت آمد مداخله کرد بنابر ملحوظاتی که اونا مطرح کردن و یک سری شرط ها هم از طرف کمیسیون شکایت انتخاباتی مطرح شد. گزارشاتی که به ما رسیده در امو جلسه که قرار بود که این پیش شرط ها با کمیسیون مستقل انتخابات در میان گذاشته شود، اعضای رهبری رده اول کمیسیون مستقل انتخابات حضور نداشتند. مدیرای بخشا را فرستادن تا اینکه این شروط انتقال بتن به کمیسیون مستقل انتخابات. یعنی حال این شرایط فکر میکنین آماده کردن کمیسیون مستقل انتخابات تا اینکه کمیسیون شکایت انتخاباتی به و تصمیمش تجدید نظر کنه؟ این شروط را که کمیسیون سهم شکایت گذاشتن لازمه انتخابات است. خب حالا بایومتریک بحثی بود که باید موجود می بود در روز انتخابات. فهرست رای دهندگان، حالا ژورنالی که از مراکز و محلات میه، اگر اینا موجود نباشه، پس اعتبار پروسه از ابطال میره. و حالا عملا میبینیم که در خیلی از مراکز بایومتریک نبوده، فهرست رای دهندگان نبوده، باز آمدن قلمیش ساختن. بعضی از کسایی که در آغاز روز 28 میزان رای داده بودن، قبل از فیصله کمیسیون مستقل انتخابات، بدون فهرست های قلمی حتی رای دادن. تا آقای عبدالله نامشان در فهرست نبود و منتظر فیصله کمیسیون مستقل انتخابات هم نشدن، رای دادن غیر قانونی و خلاف طرز العملی که کمیسیون مستقل انتخابات داشت. بعد از او ژورنال نداره حالا خیلی از مراکز، پس چگونه کمیسیون بفهمه که در یک مرکز و محل چی گذشته؟ پس تا جایی کمیسیون مستقل انتخابات باز هم کمکاری کرده و حالا به حدی انتخابات خراب شده که حتی نمیتونن برش رای حل بسنجن. تشکر. آقای اساس، شما که به عنوان نامزد انتخابات ولایت کابل دخیل همین قضیه هستین، برداشت و ارزیابی های شما، گزارش های شما چی را نشان میده؟ چرا کمیسیون مستقل انتخابات در قسمت اعلام نتایج ابتدایی ولایت کابل تاخیر میده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مش خویل چی در وقت چی پکشه وزی شاید سپینی او طول رای سر جلاکی دستی نده. تیرش پا زیر زای توارنم پر کورتا که ناسو ما یو سلی تا دوالا نی تیرپونم پراتو و یو بیگوشتو چو دانی رای تا تیز اپک هم آقا بول دریز را ما تیز اپک دیتا بیسک ابل بلدی خواه زنگ رالای و چو دانی ایزا پاک ما داشتا دوازار دانی پیسی چی ری جمع که پیسی چی ری جمع که ما مشخ پا دیت تشویش که و چه آقا بایمیتریک و بیا بایمیتریک و اس پا دیتا پیس که رای رسول کیجی دا با زده پیکر کوه ما چه مش آقا با بیمیتریک رای مشتر کبولی لرو خدا دیتا پیس دا کبولی بیخی نلرو. یعنی راهکار را که به عنوان راه حل جریان های سیاسی و شماره از نامزدان معترض پیشنهاد کردن، گویا اینکه بایومتریک معیار قرار داده شوه، با این استدلال که شما میکنین پس نتیجه بخش نمیتونه باشه؟ هیچ نتیجه ایشه که ما و شما امروز میبینیم. ما براتون گفتیم که شما ما شش میامی حالت دید میشه انتخابات هیچ وجود نداشت. از این می تلفن 2000 بالا میشد، از این تپی تلفن 3000 بالا میشد. این می جنر کتیو خلاص میشد، پس سیر اوج جمع میکرد. ما ریان ماندیم. پس در چنین وضعیت فکر میکنیم راه حل چیست؟ ما برای کمیسیون انتخابات برای کمیسیون شکایت میگیم اگر کسی را نمیشناسیم بیا بیادر ما بکنه که برتان بطه میشه بدست که این بیادر این میشه خرید و پروش رای شماری در کمیسیون هستن، نرخش در بازار هستن، دیتابیس در کمیسیون وجود داره، کمپیوتر کارایش در کلگی روز در بازار نرخ پیسلام میکنن. ولی از خدا متو نکنین همین سیستم تا یک کمی به بچیر بگیره از اینمی سرت شروع میکنه نمایت کله که برت میگیره که اینمی 2000 امروز بالا کردیم، از این 1000 بالا کردیم، از این نرخشی که از این نرخشی
ما فکر میکنم که اینمی وقت دادن برای سپید و سیاه اینمی نبود که ما شما ما ویم را شما میبینیم میشه خو مردم دیگه تعامل ازیره نداره از اینمی تجارت و خدا تجارتش در شهر کابل همین خوال مردم افغانستان هم در یک عمل انجام شده قرار داره. رای حل که میتونه از این معزل ما را بیرون بکنه چی هست فکر؟ همین پروسه را ختم بسازد دیگه همون چه من دامه کنه که از مردم پیسه بگی یکیش 5000 رای بالا میکنه دیگه 6000 بالا میکنه و دیگه کابل رایش ما برتن میگن در کابل 3 لک رای تا 4 لک رای استعمال شده. این میال میگه که تا 20 چند میلیون رای خسته. خب یک ولایت که از طرف کمیسیون شکایت ابطال شد مورد پذیرش حکومت و شما را از نامزدان قرار نگرفت. در صورتی که پروسه تمامش ابطال شد فکر میکنین باز در صورت نتیجه بتا؟ ما فکر میکنیم ابطالش اینمی هستن که امی هر چیزی که باشه اعلان کنه. هو تو وقت نبیه که کابل میگه که 5 میلیون نپوششن است 8 میلیون رای باشه. ما خو که اینمی ده که یک چند روز دیگه تال بتا برشن ما خو فکر میکنیم که 8 میلیون رای از کابل میبره. از 2 لک 8 میلیون جور میشه. اینمی تو ما فکر میکنیم که یک دفعه ما به فکر میکنه که یک کمیسیون خبر نیست در اینمی چه آلات یک کمیسیون نمیشنوه یک کلگی اسناد بشه هر کسی که ببینه اینمی که ویدیو یاد داره هیچ کسی نیست که امیر بشنوه. تشکر تشکر بیننده های گرامی پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره دنبال میکنه. به ادامه برنامه پارلمان 97 از خورشید خوش آمدید. بانو امینی بحث فساد در کمیسیون مستقل انتخابات خیلی جدی است و این چقدر میتواند به حیثیت و اعتبار یک روند دموکراتیک صدمه وارد بکنه؟ روز گذشته یکی از نامزدان ولایت لغمان بود بر همین میز ادعا کرد که مدارک کافی در اختیار داره که یکی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات از اونا پول هنگفته در برابر پیروزیش خواسته، حتی یک روز پیش از اعلام نتیجه ابتدایی ولایت لغمان، و این نامزد ابا ورزیده. حال اگر واقعا چنین موارد وجود داشته باشه و پیگیری هم نشه و دنبال نشه چقدر این روند دموکراتیک آسیب میرسانه؟ من فکر میکنم آسیب دیده این روند دموکراتیک و حالا از یک افغان عادی که فقط رای داده و نه نامزدی هست نه عضو یک نهاد ناظر است و نه هم حتی در کمیسیون را دیده چی برسه به اینکه اونجا نظارت بکنه، این را میفهمه که کمیسیون به چه حد فساد و تقلب کرده. حالا اگر کمیشنران بگذاریم، کارمندان عادی کمیسیون مستقل انتخابات که در بخش دیتا انتری و شمارش آرا کار میکنن، حتی اینا در فساد دست دارن و عملا هر روز شما باور بکنین وقتی آرای کابل بر بار سوم بازشماری میشد و هفته قبل روز یک شنبه ختم شد، روزی نشد که یکی دو نفر از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات را احزاب سیاسی و نهادهای ناظر بالفعل دستگیر نکنند که اینا در ریزل چطور دستکاری میکنند. چون موارد را فیفا به عنوان نهاد ناظر انتخابات مستند سازی کرده و این را به کمیسیون شکایت انتخاباتی گزارش داده. چون یادم است یک بار آقای رشید گفتند که بازشماری خودش زمینه و یا روند است برای قانونمند ساختن تقلب هایی که در جریان انتخابات صورت گرفته. بدون شک همه روز ما کسایی را که اونجا دستگیر شدن دیدیم، نمایندگانی از کمیسیون هم شکایت هم بود، یعنی این گونه نبود که هیچ کسی حضور نداشته باشه و فقط نهادهای ناظر اونجا حضور داشته باشه. و وقتی سر صدا شد که حالا کارمند کمیسیون دست داره در تقلب، گفتن که ما به امنیت سپردمش و از هنگر بیرونش کردن. فردا و پس فردا وقتی میریم از این هنگر بیرون شده در یک هنگر دیگه مصروف کار است. پس با این سیستم کاری و با این بحث مجازات و مکافات ما نمیتونیم انتظار انتخابات شفاف و عادلانه را داشته باشیم. خب در صورتی که مجازات و مکافات هم وجود نداشته باشه پس فکر میکنین چی کار باید انجام شوه؟ یعنی نتایجی را که باز کمیسیون با این وضعیت اعلام میکنه مورد قبول نامزدها و مردم واقع خواهد شد؟ بدون شک نارضایتی مردم سطحش بسیار بالا رفته. شما لغمان را مثال دادین، بغلان مشکلات بسیار جدی داره، هلمند خیلی مشکلات بسیار جدی داره، میدان وردک از تعداد نفوسش کرده حالا رأی که به کار برده شده و حالا حسابش میکنن خیلی بالا است. در کنار از این در بلخ مردم اعتراض دارن و میگن که آرای بلخ باید از سر بازشماری شود. خوست مشکلات جدی داره. این چند مثال از ولایت هایی بود که مردم خب از نتایج ابتدایی مشکلات در تمامی ولایت ها بدون شک وجود داره. ما هم روزه با نامزدان مجلس نمایندگان از ولایت های متعدد اینجا بحث و گفتگو داریم، اما بحث موجودیت فساد در حوزه کابل به حد نهایی بزرگ است که در ولایت های دیگه فکر نکنم که به این اندازه بزرگ باشه. خب با این وضعیت فکر نمیکنین که اعلام نتایج ابتدایی ولایت کابل میتونه تاثیرگذار باشه روی
تمام حوزه های دیگه در افغانستان. بیشتر از مشکلاتی که ما در کابل داشتیم در خیلی از ولایت های دیگه داشتیم. پس اگر تنها کابل را ما مد نظر بگیریم یا رایش باطل شوه، پس با ولایت دیگه بی‌عدالتی خواهد بود، چون اگر مراکز ژورنال نداشت، فهرست نداشت و بایومتریک کار نکرده، خیلی از ولایت مشکل را داشتن. اگر آرای کسایی که از کابل کاندید بودن، اینا خرید و فروش شده در خیلی از ولایات دیگه هم شده. خب این ملحوظ در تمامی ولایت ها مد نظر گرفته شده، آنچه را که بانو حقمل ادعا کرده بود که ولایت های دیگه هم زیر کار است که آرایش ابطال میشه. اما پس از پافشاری حکومت در بحث آرای کابل، ظاهرا کمیسیون شکایات انتخاباتی خاموشی اختیار کرد. بدون شک و این خاموشیش آن مار نگران ساخته. نگرانی بسیار جدی داریم از اینکه حالا آرای همه افغانستان به دست کمیسیون مستقل انتخابات بود و تا حد مردم را به اعتبار ساخت که دیگه کسی وقت نام انتخابات را میشنوه باور نداره به انتخابات. امیدواری ما و یکانه امید مردم افغانستان، نهادهای ناظر و نامزدایی که خود را کاندید کردن، حالا کمیسیون سم شکایت است. اما اگر اینا هم در این مرحله راه را برای فساد و تقلب و بالاخره خرید و فروش و آرا باز بکنن، پس صدمه بسیار جدی خواهد بود برای اصل دموکراسی و مشارکت مردم. تشکر. آقای اساس، استدلال را که کمیسیون مستقل انتخابات در برابر نامزدان معترض داره این است که شما به در کمیسیون شکایات انتخاباتی برین، اسناد و مدارکتون را ارائه بکنین تا اونا ارزیابی بکنن و بررسی بکنن. مشخصا در حوزه کابل با در نظر داشت شکایاتی که وجود داره در کمیسیون شکایات انتخاباتی، فکر میکنین که این کمیسیون بتونه حق به حقدار برسونه؟ گوری پیلن در کابل خبر در کمیسیون در انتخابات سره ده چه حالت دیت لواس بشماری و نتیجه ابتدایی نتیجه اعلان کردنه ده داغه بعد سبه نو بیا د کمیسیون د شکایت خبره ای ګوري دلته یوازې مسله د کمیسیون د انتخابات هم نه ده، د خپل به موږ په کمیسیون د انتخابات دلته حکومت هم کمیسیون د شکایت هم د ټول یو رقم سره ګرځ دی په معامله. ګوري زه درته وایم چې ظاهرا اختلافات جدی در میان کمیسیون انتخاباتی وجود داره. وجود داره، وجود بر مفادات شخصی یکی دیگه هستند. میگه تو زیاد خوردیم، ما کم خوردیم و نوبت ما زود برسه. این تو هست اگه واقعیت هم حکومت ما متحستن، ما شما میبینیم روزی 16 تا عروض کم میشن در شماره شهرات 3 نفر گیر میشود، تا 16 نفر هم گیر شده چی شد؟ سر کدام تاثیر، سر کدام رای که کاندید تاثیر کرد؟ تنها اینمی بود کارتش اینمی جا میگرد و اونو درازه میامد دیگه انگر پاسش رای شماره میکرد. اینمی هستن ما شما ببینیم، ما شما اینمی دلالایشه که از کمیسیون دا بجای شو میبرای تو با علی بلی دامی کل کابل دا هر پیشروی هر کاندید دروازه رو تک تک میگنه، میگه رای کار نداری؟ همه کجا هست همه حکومت؟ کجا هست همه ارگان های استخباراتی کشفی؟ خب فکر میکنین رای حلش چی است؟ رای حلش چی نهاد میتونه تأثیر گذار باشه تا اینکه مداخله بکنه حکومت است و یا کدام نهاد دیگی؟ ما شما ببینیم هاگه حکومت بخواه که کمیسیون هم کار باشه، هاگه کمیسیون بخواه که سیار از سپید جدا کنه، یک کار از سنتر هستن. مجرم باید سزا داده شوه، هو کاندیده که تکلوب کرده باید از لیست پاش شوه، سیاه و سپید از او جدا نمیشن، هو کسایی که واقعا زمینه برای تکلوب مساعد کرده او را باید به جزای اعمالش برسه. ای تو نیه که ستار سادات برای امروز خوش خوشحال رئیس مشاور حقوقی رئیس جمهور هستن، اون روز پروسه ملی ما و شما را به خیانت برد، امروز خوش خوشحال یعنی در حال حاضر هم استدلال را که مقامات کمیسیون مستقل انتخابات میکنه این است که اونا موفق شدن آرای پاک از ناپاک جدا کنن، یعنی چنین نیست؟ کی؟ کمیسیون مستقل انتخابات. این میاله؟ بله. ما میگیم خیلی میاله خودم کلگی برتان میگه که بکسار در دیتابیس پر میشه، دیتابیس نوشته میشه در بکس رای. ما برات میگیم در کابل 30 لاک رای است، علی تاش میلیون میرسه. با خدا دیروز هم امور گفت میشه خو امی مسئول دیتابیس سنترش بود، گفت می میرای کابل چی کم میشه، امی نپوسش برات معلوم است، گفت نپوسی کابل معلوم نیست که بگویی که 8 میلیون است 8 میلیون است، که بگویی 10 میلیون است 10 میلیون است، تو رای تو بگی. این می تو هستن ما برتان میگم میشه. خب در چنین وضعیت حال کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از اعلام نتیجه ابتدایی میتونه که نتیجه بخش باشه کارایش و حق به حقدار برسانه؟ فکر میکنم اگه این میتو جریان داشته باشه، اگه این میتو روان دامو تو پیش بره، خب فکر میکنم که انتخابات اصلا نمیشه، این میره کم هیچ کس قبول کتشا نداره. خب با استدلال را که کمیسیون شکایت انتخاباتی کرده که در برخی ولایات نتایج ابتدایی از 50% تا 100% قابل تغییر. این باز چی گفت؟ ما بهت میگم اینمی باز چی رقم است که 100% یا ولایت تغییر بکنه یا 50% تغییر بکنه، همین کمیسیون خوب از دینمی جرم شریک هستن. اینمی با این یک جرم هستن که کسی میکنه، رای مردم
نادیده میگیره یا کسی میایه در ریزرسیت هیچ د صندوق رای نداره در ریزرسیت صد رای به 1000 رای برش نشته این خود جرم کرد این مجرم چی شد تا وقتی که ما مجرم نشناسیم مجرم به جزای خود نمیسه ما این انتخابات خود تیر میشه نتیجه به زور بکوب لانه یا هر کم که میکوب سپر انتخابات ریاست جمهوری میه با او ما به کدام انتخابات خب در حال حاضر آنچه که قابل مشاهده است که کمیسیون مستقل انتخابات در کنار امی کمکاری ها و آن چه اتهاماتی که وارد میشه مدیریت نادرست از روند انتخابات باز هم آمادگی میگیره به خاطر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمادگی هم اگر رای به دست مردم هستند آیا مردم باز آماده میشه به این میرکن؟ مردم آماده میشه که 3 لک مردم در کابل رای بده اواش میرون از اون صندوق برای اون مرکم مردم باز برای میرکن باش هر کسی باش نمیره ما میگم اگه شفافیت در نظر بگیره اگه افغانستان به بحران نبره اگه واقعا یک انتخابات یک 50% شفاف برگزار کنه این می سیاه و سپید و از دیتا پیس سنتر که این میاره میرسن از این می جلوگیری بکنه خب با این وضعیت معلوم میشه که شفافیت برای کمیسیون مستقل انتخابات تعریف واضحی نداره حال بر شما به عنوان یک نامزد مجلس نمایندگان بحث شفافیت وقت مطرح میکنین هدفتون چی است شفافیت ما این میسته که کسی که رای داده امور باید حساب شه یعنی خب با این روند چند بودیه که یک تعدادش آمده بایومتریک رای داده یک تعدادش بر اساس فهرست رای داده ما چی میگم بر تانک مسئول دیتاپیس میگه 2000 و 3000 پیش روی ما میگه برای یک بده اینمی تلفن میگه ده یکش ده اینمی تلفن میگه ما ششتا بودم میگه 3000 کار داره و دیگه میگه 4000 رای کار داره ما که علت دیدم بیخی اریال مدی که اینمی هر 2000 برکی بدست کی بتی این من میال میگم ما کسی نیست که میگه وضعیت اگر قرار شد نتایج ابتدایی هم تکمیل شد نتایج نهایی هم اعلان شد پیامدی که این روند میتونه به دنبال داشته باشه فکر میکنین چیه؟ ما افغانستان به بحران میبره ما نمیتونیم که انتخابات ریاست جمهوری هم بکنیم این میال آوازه هست گنگوزه هست از طرف کمیسیون که انتخابات ریاست جمهوری باید به تعویق بندازه که ما و شما این می نتیجه ابتدایی تابال اعلان نشده نیایش تا کجا میره ما و شما این نتیجه را تا سا میزان سال آینده اعلان کردن نمیتونم در این میالت نو انتخابات ریاست جمهوری باید چی وقت شود تشکر بانو امینی به عنوان جنبندی میخوایم دیدگاه شما را داشته باشم که با این وضعیت فکر میکنین پیامد را که انتخابات پارلمانی به دنبال خواهد داشت چی است؟ مردم سطح نارضایتیش همین لحظه هم بالاست و هیچ اعتبار و امیدی ندارند برای اشتراک در انتخابات آینده در روز انتخابات مراکز نیست، بایومتریک نیست، فهرست نیست و حالا رای میتن به قیمت جانشان رایشان حساب نمیشه و یک کاندیدی که مردم ازش شکایت داره راه پیدا میکنه به پارلمان افغانستان پس انتخابات یعنی چی؟ چرا ما باید در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک بکنیم؟ خواهان به تعویق افتادن وظایف کمیشنران سطح رهبری و بالاخره هر کارمند عادی هر مقامی که داشته باشه در کمیسیون مستقل انتخابات نه تنها یعنی با تجربه انتخابات های گذشته فکر میکنین چنین اقدام را حکومت افغانستان انجام خواهد داد؟ خب اگر انجام نتن ما انتخابات بدتر از این انتخابات می داشته باشیم و ما فکر نمی کنم حتی تشکر. یک نفر اشتراک کننده باز در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشیم که ضربه بسیار کلان است برای انتخابات افغانستان تشکر بانو امینی و آقای اساس و تشکر از شما هم بیننده های عزیز که تا این دم بیننده پارلمان 97 بودین تا برنامه بعد الله نگهدار